بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أحمد، هل تدري أي عيش أهنى وأي حياة أبقى؟ قال: اللهم لا. قال: أما العيش الهنيء فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل حقي، يطلب رضاي ليله ونهاره. به دنبال بحثی که درباره محبت به خدای متعال داشتیم، عرض کردیم یکی از روایاتی که بیش از بسیاری از روایات به این مسئله پرداخته و حتی میشه گفت هدف اصلی از سایر مباحثش هم همین مبحثیم، این حدیث قدسی است که مربوط به گفتگوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خدای متعال. در شب معراج، که اگر کسی ادعا بکنه این حدیث یک دوره کامل تربیت الهی و سیر و سلوک هست و عالی ترین معارف را در این زمینه در برداره، ادعای گزافی نکرده. به هر حال یه بخشی از این روایت صریحاً درباره محبت خدا و اوصاف محبین است، ولی مقدمتاً بحث را از یک نقطه شروع میکنه که از لحاظ تربیتی بسیار مهمه، یعنی کاملاً با اصول روانشناسی تربیتی سازگاره. خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید: آیا می‌دانی چه نوع زندگانی گواراتر است و چه حیاتی پایدارتر؟ خب طبعا پیغمبر اکرم در اون مقام در مقابل خدای متعال باید اظهار جهل کنه، من خودم چیزی نمی‌دونم، اللهم لا. بعد خدای متعال در مقام تعلیم برمیاد، اول زندگانی گوارا رو تعریف میکنه. زندگانی گوارا چی؟ اما العیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری. زندگانی گوارا این است که صاحب این زندگانی، کسی که دارای این زندگانی است، از یاد خدا سست نمیشه، یعنی همیشه با نشاط یاد خدا میشه، احساس خستگی و ضعف نمیشه. ولا ینسا نعمتی، و نعمت من را فراموش نمی کنه. ولا یجهل حقی، نسبت به حق من هم جاهل نیست. یطلب رضای لیله و نهاره، شبانه روز فقط طالب رضایت من. این بهترین زندگی گواراست. خب ما میدونیم حتما درسته، اما آخه زندگی خوش و گوارا چه ربطی داره به این که آدم همیشه یاد خدا باشه؟ مثلا تسبیح دست بگیره دائما یا الله، این زندگی خیلی شیرین میشه اینجوری. یا
نعمت‌های خدا را فراموش نکنیم، یاد بکنیم چقدر نعمت اطراف خدا زندگی ما هست. این چه ربطی داره این مطالب به اینکه اینا لازمه گواراترین زندگی است؟ خب اول ببینیم اصلا گوارایی زندگی به چیه؟ مالا پیش خودمون با این عقلی که داریم، اگر نبود این بیان و فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، خودمون فکر کردیم زندگی گوارا چجور زندگی است؟ خب میدونیم ما در این عالمی که زندگی میکنیم، ما همین زندگی که میشناسیم، همین زندگی دنیا، خیلی چیزا هست که آدم میتونه ازش لذت ببره اگر واجد اونها باشه و اون لذت ها رو داشته باشه، زندگی گوارایی خواهد بود. ولی میدونیم که همیشه ما همه جور لذتی برامون پیدا نمیشه. گاهی اسباب لذت هم هست اما لذت نمیبریم، به خاطر اینکه توجه نداریم به اینکه چه عامل لذتی برامون وجود داره. مثلا بندگی دارم با شما صحبت میکنم، بالاخره یه جوری میتونم حرف بزنم که شما بشنوید، درک کنید. حالا حساب کنید شما برای اینکه آدم بتونه حرف بزنه چقدر شرایط لازمه. بالاخره هوا باید باشه، من حنجره باید داشته باشم، تارهای صوتی باید داشته باشم، بتونم این هوا را بکشم در ریه، پس بدم از این به این تارهای صوتی بخوره تا صدای دارم. ما یاد گرفته باشم که چجور باید حرف بزنم. هر کسی که خود به خود وقتی متولد میشه حرف زدن بلد نیست، الی آخر یه حرف زدنه. اما من قبل از اینکه اینا رو به شما بگم، اصلا یادم نبود که حرف زدنم، قدرت بر حرف زدنم یه نعمتیست. آدم با زبونش هم میتونه لذت ببره، یعنی حرف بزنه، انس بگیره. چشم دارم، گوش دارم، دست دارم، پا دارم و الی آخر. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. پس هرچی من بیشتر بدونم چیا دارم، چقدر وسائل لذت و خوشی برای من فراهم هست، بیشتر لذت میبرم. وقتی آدم یادش نباشه اون لذتی هم نیم. همه ما کمابی سالمیم الحمدلله، اما اصلا یادمون نیست که سلامتی هم یه نعمتیست. اگه آدم چند روز بیمار میشه تو بیمارستان بخوابه، اون وقت نظر و نیاز و ذکر و ورد و اینا که بهتر بشن، اون وقت میفهمه سلامتی چه نعمتی بود. همه ما این نعمت رو داریم که لذتی هم نمیبریم ازش، چون یادمون نیست. پس برای اینکه ما یک زندگی خوشی داشته باشیم، باید هر چه وسایل لذت برامون فراهم هست بهش توجه داشته باشیم، بدونیم اینا هست، بدونیم ما از اینا بهره‌مندیم. خب در مقابلش بالاخره همه ما کم و بیش مزه تلخی هایی هم چشیدیم، انواع بلاهایی که در زندگی هست، تلخی ها، درد ها، ناراحتی ها، فراق ها، جفاها. خب برای آیندهمون همه این احتمالات هست. اون وقتی هم که تازه آدم زندگی لذیذی داره و گوارا هست، توجه به اینها باعث میشه که آدم ناراحت بشه، عیشش مکدر بشه. اون نمیدونم یه ساعت دیگه چی میشه، بچه‌م چی میشه، پدرم چی میشه، مادرم چی میشه، همسرم چی میشه، دوستانم چی میشه. اینا محتملات، چون آدم نمیدونه که این چی میتونه جلوی این بلاهای محتمل رو بگیره، جلوی دردها، رنجها، بیماریها، بلاها. اینم آدم نمیتونه زندگی خوشی داشته باشه. اینا عیش آدم رو مکدر میکنه. اگه بخواد واقعا آدم از هر جهت زندگی گوارایی داشته باشه، اولا هر جور نعمتی که برایش میسر هست بتونه استفاده کنه داشته باشه و توجه داشته باشه که این چه نعمت ارزنده است،
هر قد بیشتر قدرش رو بدونه بیشتر لذت میبره، بیشتر زندگیش گوارتر میشه. یه جوری هم خاطر جمع بشه که بلایی چیزی هم بهش نمیرسه. مسئولیت داره از دردها، بلاها، نگرانیها. خب این معنای گوارا بودن زندگیست. هر که بگه کسی زندگی گوارایی داره یعنی مسائل لذت درش فراهمه، نگرانم نیست از آیندهش. اما کیه تو این عالم که به طور مطلق هرچه وسائل خوشی هست در اختیارش باشه یا بدون از جایی میتونه تهیه کنه و بدونه که هیچ بلایی هم او را تهدید نمی کنه، یا اگرم بلایی میرسه با یک وسیله ای میتونه جلوشو بگیره. یک کسی هست که بتونه بلا را ازش دفع کنه. هیچ راهی وجود نداره. اما اگه آدم بدونه یک کسی هست که همه این نعمت هایی که ما داریم او داد، همه بلا هم را او میتواند، با ارتباط با او آدم میتونه اطمینان خاطر پیدا بکنه. تنها راهی که وجود داره که آدم آسایش و آرامش داشته باشه و اضطرابی نداشته باشه و نگرانی از آیندهش نداشته باشه که بدونه یک کسی هست که همه اینا دست اوست. اما تنها اینم هنوز کافی نیست. خب میگه دست او هست میتونه، اما از کجا که انجام بده؟ اگه دانست که او انقدر مهربان است که هر چه برای او انجام بده به خیرش. چون گاهی سختی ها هم میشه به آدم وسیله خیر باشه. کاری که هر کسی میکنه تا مزد بگیره خب خسته میشه، عرق میریزه، ولی خب خیلی هم راضی هست. اینقدر مردم دنبال کار میگردن برای اینکه برند زحمت بکشند، عرق میریزند تا مزد بگیرند. پس در این عالم خستگی هم میتونه نعمت باشه. ولی خب ما نمیدونیم چی بس به نفع ماست، چی به ضرر ماست، از چه راهی میشه اون چه به نفع ماست فراهم کنیم، از چه راهی میشه اون چه به ضرر ماست دور کنیم. فقط کسی که ایمان به خدا داشته باشه و یاد خدا، خدایی که هم قدرت بی نهایت داره، هم علم بی نهایت داره، هم رحمت بی نهایت داره، یه همچی کسی دیگه هیچ نگرانی نداره. هر قد این اعتقاد قوی تر باشه و این توجه بیشتر باشه، آرام، آسوده، هیچ نگرانی نداره. نمونه ها شما دیدیم، حالا این مراتب شما هم دیدید، ندیدیدم شنیدید. یکیش حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون توی جریانات مبارزات اینام یه مرتبه قسم خوردن که من تا به حال از هیچ چیز نترسیدم، از هیچ چی نمیترسیدم. خب یه حرفی سی کسی میزنیم شما شاید هم کنیم برای مبالغه، میگیم آنها یه چیزی گفت. یعنی اونایی که امام رو میشنسن میدونن اون اهل گزافه گویی و بلوف زدن نبود. اصلا از خودش هیچ وقت چیزی نمیگفت، این هم به خاطر مصلحتی گفت. بله اون کسی نبود که از خودش تعریف کنه، میگه من علمی دارم، کمالی دارم، صفت فضیلتی دارم. این هم به خاطر مصلحت مردم گفت. ولی خب چطور میشه آدم اینجور میشه؟ مثل یه بچه میمونه که دستش تو دست پدرشه، اون ضرر را میمونه که بچه های دیگه کتکش بزنه،
دست من تو دست با امام اینش که جرأت نمی کنه، با امام پهلوونه اینش که جرأت نمی کنه. خیالش راحت، اگه بنده اونچنان دستش در دست خدا بود، به او اتکا داشت، هیچ هم حسین نداره، مخصوصا وقتی بدونه هرچی او براش میخواد خیرش ده. خب پس برای اینکه ما زندگی گوارایی داشته باشیم، یعنی بهترین خوشی را داشته باشیم، بهترین خوشی اینه که از هر چی میشه خوش لذت ببریم، لذت ببریم. و ما اشکال کارمون اینه، فرض برمیم وقتی مشغول غذا خوردن هستیم، لذت غذا خوردن میبریم، خب دیگه اون وقت لذت مطالعه آدم نمیبره، لذت استفاده از درس اینجا نمیبره آدم، یه درسی نیست اونجا، بیشه سر صفحه غذا میخورن. یا لذت های دیگری که جمعش با غذا خوردن میسر نیست، و صدها وسیله لذت در اطراف ما وجود داره، میتونیم از همهش استفاده کنیم، اصلا توجه نداریم که همچیزایی هست. اول باید بدونیم که چقدر وسایل لذت در اطراف ما هست. یکیش سلامتی بود که خودش ببینید نسبت به هر عضوی، هر اندامی، بلکه هر پاره عضوی چقدر وسایل خوشی فراهم شده، خدا این نعمت ها رو به ما داده، اصلا توجه نداریم و لذتی هم نمیبینیم. وقتی توجه پیدا کنیم بیشتر لذت میبینیم. پس برای اینکه ما زندگی خوبی داشته باشیم، اول باید نعمت ها رو بشناسیم و یادمون باشیم. لا ینسا نعمتی، اگر نعمت نداشته باشیم یا داشته باشیم فراموش کرده باشیم، لذتی نمیبریم، زندگیمون ناقصه، لذتمون ناقصه. خب میتونستیم این لذت ها رو ببریم و توجه میداشتیم، لذتمون چندین برابر میشون. حالا که توجه نکردیم اون لذت ها رو از دست دادیم، پس اونطوری که باید زندگی ما گوارا نیست. وقتی گواراست که هر چی میشه لذت ببریم، وقتی لذت میبریم که بدانیم چی داریم و چقدر اینا برای ما مفیده، چقدر میارزه اینا. خب لازمه این مطلب یک آگاهی میخواد، توجهی میخواد به اینکه نعمتهای خدا را آدم بشناسه، بیاد بیاره. یه نکته دیگه هست، یه خود از این سطحش بالاتر. همه ما هم خودمون بچه بودیم، هم بچه دیدیم، شاید هم داریم. هم بچه یک نیازی داره به غذا مثلا یا به اسباب بازی. خب این براش، هر که این غذا رو براش بذاره خب میخوره سیر میشه، اما اون وقتی بچه لذت کافی میبره که این پدر و مادر با نوازش و مهربانی این غذا رو میشه. بچه رو مثلا با شیشه شیر هم میشه شیر بهش بدن، اما بچه که با از سینه مادر شیر میخوره اون لذتی که میبره قابل مقایسه با لذتی که از خوردن شیر از شیشه میبره نیست. اینا روانشناس ها اثبات کردن که بچه وقتی از سینه مادر تو بغل مادر شیر میخوره چه لذتی میبره و چه خواسته هاش، عواطفش، احساساتش رشد میکنه. یعنی ما غیر از این نعمت‌های که اول گفتیم، اینا میشن نعمت‌های مادی بود که همه میشناسیم، یه نعمت‌های روحی باید داشته باشیم، یه کسی ما رو نوازش کنیم، دست مهربانی به سر و گوشمون بکشه. شاید نیاز ما به این نوازش ها که انواعی داره و مراتبی، از نیاز بچه به نوازش مادر بیشتره. منتها ما گم شدیم، میریم دنبال اینکه مردم ما را دوست بدارند، احترام کنند، خیال میکنیم ایناست که اون نوازش ها رو تأمین میکنی. یه نوازشیست خیلی خیلی بالاتر از ایناست، خیلی لذت داره اگه اون پیدا بشی.
در حدیث قدسی خدای متعال می‌فرماید چقدر چشم به راه باشم و انتظار بکشم که گناهکاران برگرد. چقدر انتظارش؟ وقتی گناهکاری به سوی من برمیگرده، این کار مطلوب تر از این است که کسی سوار شتری بودی، در بیابانی توشه ای داشتی، وسط راه خسته شده بودی، از شتر پیاده شده خوابیده استراحتی بکنی. وقتی بیدار میشه میبینه نه اثری از شتر هست و نه از توشه و نه از آب، شروع میکنه دویدن این طرف اون طرف تا خسته میشه دیگه از پا میفتی، تن به مرگ میدی، میخوابه روی زمین، دستشو میذاره زیر سرش، آماده مردن. یه وقت چشمشو باز میکنه میبینه شتر و توشه و آبش بالا سرش وایساده. این آدم چقدر خوشحال میشه؟ من خدا از برگشتن یک بنده گناهکار از چنین کسی خوشحالتر میشم. اگه آدم اینو درک بکنه تو پوست خودش نمی گنجه. عجب خدای، عجب نعمت. با چه نعمتی اینو میشه مقایسه کرد؟ با نوازش کدوم مادر؟ همه مادرهای عالم رو یک جا جمع کنن، محبتاشون رو بذارن روی هم، یک قطره ای از دریای محبت خدا نمیشه. ما یه همچون نعمتی برای اون میسر هست، ما اینجا نمیدونیم هست، توجه نداریم، لحظه ای هم یه جایی رو بخونیم یا بشنویم چیزی را، بعد از چند لحظه هم یادمون میره دوباره، خب لذتی نمیبریم ازش. اما یک کسی اگه باشه که هیچ وقت خدا را و حق خدا را فراموش نمی کنه، چنین کسی به طور طبیعی دائما در صدد هست که چه کنه او از آدم خوشش بیاد، راضی باشه. اولا لازمه محبت اینه که هر دو سر بی، وقتی او آدم خدا را دوست داره میخواد از آدم میخواد خدا هم دوستش بده، و ثانیا میدونه اگه خدا دوست بداره این نعمت ها ادامه پیدا میکنه و ازش راضی باشه، ولی خدا غضب کنه این نعمتش هم ازش سر میکنه. پس چند چیز لازمه. اول بدونیم چه نعمتهایی وجود دارد یا میتواند وجود داشته باشه. ثانیاً بدونیم که این نعمتها اختیارش دست کیه، کی میتونه اینا رو برای ما فراهم کنه، کی میتونه بلاهای محتمل رو از ما دفع کنه، یا اگر الان بلایی هست رفع کنه. و به این دائما توجه داشته باشی. فراموش کرد باز که لذتی نمیبره، وقتی لذت میبره که توجه داره. پس لا ینسا نعمتی، این یکی، فراموش نکنه نعمتهای خدا. لا یفتر صاحب او عن ذکری، از اینکه دائما یاد خدا باشه خسته نشه، چون اگه نعمت را داشت اما نمیدونست کی میده بهش، باز اضطرابش رفع نمیشد، حالا نعمت هست از کجا باقی بمونه، از کجا فردا باشه، از کجا فردا بلا نیاد. باید یه قدرت نامتناهی رو بشناسه که به او اتکا داشته باشه، او این نعمت ها رو میده و او میتونه نگه داره و او میتونه بلا ها رو دفع کنه. هیچ وقت از این یاد خسته نشه. لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا یجهل حقی، این راجب اون نعمت معنوی و لطیفتری است که از کده ما احتیاج به نوازش داریم، احتیاج به مهربانی یک
شخص بزرگی داریم که مهربانیش ارزشمنده. اگه بدونیم بزرگترین موجودی که امکان وجود داره، بالاترین رحمتها را دارا هست، میتونیم با او ارتباط پیدا کنیم و از او مهربانیاش استفاده کنیم. دائما فکر این هستیم که چگونه ما این ارتباط رو برقرار کنیم و چه کار کنیم که او نسبت به ما خوشبین باشه، این نعمتهاش رو به ما ارزانی بداره، بلاها رو از ما دور بکنیم. حالا ما یک بار دیگه مرور کنید این عبارت ها رو، ببینید ارتباطی داره اینا با عیش هنی یا نه. اگر فکر کنیم از ما بپرسن زندگی خوشیه، میگم فلان میلیاردری که نمیدونم باقی کجا داره، نمیدونم هواپیمای شخصی داره، نمیدونم چی داره، چقدر ثروت داره، روزی چقدر درآمد داره، نمیدونم اینا عیش هنی هست. حالا حسابشو بکنیم از اینا که همشون خیاله، اون بالاخره اگه یک شکم بیشتر نداره شبن تو یک متر، یه جای دو متری بیشتر نمیخوابه. حالا ساختمان صد طبقه ای، طبقه صدم باشه یا زیر زمین باشه، خواب رو استراحت بکنه هر جا باشه، چه فرقی میکنه برای؟ خیال میکنه وقتی این ساختمان صد طبقه داره صد برابر لذت میبره از خوابیدنش. یا یه غذایی، بالاخره یه غذای هر که باشه، از این غذا میتونه کبابیش و اندازه یه شکم هم داره بیشتر نمیتونه بخوره. خیال میکنه حالا اونایی که میلیاردر هستن و روزی میلیون ها درآمد دارن، غذاشو مثلا چی باشه؟ اون بالاخره همین غلات هست و همین میوه ها هست و همین گوشت پرندگان هست و حیوانات هست. اندکی کمتر بیشتر لذیذتر، اما خب بهترین لذت ها رو داشته باشی اصلا برای ما تصورش، خیالش هم نمیاد چی کنیم همه جور لذتی برای ما فراهم میشه، چی کنیم دسترسی داشته باشیم. اصلا خیال میکنیم برای اینکه دسترسی به همه لذت داشته باشیم باید کلید بانک هم مثلا مرکزی فلان کشور در اختیار ما باشه، هر وقت میخوام بریم اونجا هرچی میخوام دلاری مثلا یوروی چیزی بردنیم، ما این خیلی مهم است، اون چی میشه؟ اما اون لذتی که بنده مؤمن خدا از انس با خدا میبره هیچ مقایسه نیست، نمیشه با اونا کرد. علاوه بر اینکه ضمانت بقا داره، اونا معلوم نیست چی بشه. اون و اصلش هم میدونیم اینا خیالات ما، برای اجاره خونمون باید چقدر زحمت بکشیم تا با سر ما بتونیم اجاره خونمون بده، حالا کی اون مثلا اون ثروت در اختیار ما میزن. اما اگر این حساب را باز کردیم، این روی سکه را دیدیم که چه نوع لذت های وجود داره و خدا الان داده به ما و ما توجه نداریم، لذت نمیبریم. همین نعمت هایی که در بدن ما هست، بعد در روح ما هست، بعد در اثر ارتباط با خدا و انس با خدا پیدا میشه، که اینا هر کدوم یک طیفی از لذت ها رو شامل میشه که خیلی ها شما اصلا نمونش هم نچشیدیم. بعد با هزار زحمت با تشبیهات و اینا باور کنیم که یه چیزی هم هست. اما واقعا اگر کسی اینا داشته باشه گوارترین زندگی را خواهد داشت. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل